ماجرا عجیبه. ما یک محرمی میاد و بابا مؤمن مسلمون خودت نمیپرسی این داغ چه داغیه بعد 1400 سال داره آتیش میده؟ این غیر طبیعیه، غیر طبیعیه. چرا بعد 1400 سال این مردم یه جوری زار میزنن انگار ننه باباشون مرده؟ چه جوری حرارتون فی قلوبه؟ امام جمعه لندن از دوستان بنده است، پاکستانیه، فارسی هم خوب حرف میزنه. میگفت میرم تو کلیسا اول روزه عیسی میخونم بعد روزه ابا عبدالله میخونم برای مسیحی ها. میگفت میان به اون میگن بابا ما برای عیسی یک کمی گریه کردیم اشتیختیم، اما این یکی دیگه، این چه اینجوریه؟ این حسین چرا اینجوریه؟ بهش میگم داستان دراخ بشین تو برات بگم. اصلا ظهور معرفی میشود به نام ابا عبدالله. پنج تا جمله داره آقا صاحب الزمان، میبینید مستقیم غیر مستقیم با ظهور ارتباط داره. انا سمسام المنتقم، من اومدم انتقام. انتقام کی اومدی بگیری؟ اون پرچم صبح. ان جد الحسین قتلوه عطشانا، میخواد خودشو معرفی کنه، میگه من پسر عمو حسینیم که قتلوه عطشانا، تشنه رو کشتم. ادامه جمله، ان جد الحسین طرحوه اوریانا، و همون کسی که بدن رو انداختن و بلند شدن رفت. همینطور شما میبینی عبارت هایی که امام زمان تو ظهورش میخواد عبارت، میدونی چرا؟ چون تمام مردم دنیا حسین ابن علی رو میشناسن. آقا واقعیه، مردم دنیا میگن. ببین الان من به تو میگم چی میشه امسال. امسال راهپیمای 40 داستان پیدا میکنه. این تکفیری ها و داعش ها میگن ما میزنیم، شیعه هم میره، شیعه هم میره، اونا هم یه جاهایی میزنن، امنیت حفظ میشه، اونا هم یه جاهایی میزنن. برای دنیا داعش رو کردن قول، بعد اینا میبینن که اینا دارن اینا رو میکشن، میگه اینا کی هن که دارن کشته میشن توسط داعش؟ بعد اینا چرا دارن پیاده رو میرن؟ کجا دارن میرن؟ این مهاجرت عظیم برای چیه؟ از چرا دارن میرن سمت خطر و فرار کنن؟ سوال میشه برای مردم دنیا. میگن اینا میخوان برن یک به قول خودشون یک آرام قولیش رو، یک آرامگاه مقدسی رو میخوان برن زیارت. میگه این آرامگاه مقدس مال کیه؟ میگن مال حسینه. میگن حسین که؟ میگن آقا 1400 سال پیش تشنه لب سر از بدنش جدا کردن. کسی میپرسه ای مگه کسی سر از بدنش میبره؟ داره حی حاضر میبینه تو همون الان. آقا بچه 6 ماهش رو سر بریدن. آقا مگه میشه؟ میگه جنین 7 ماهه رو تو رحم مادر در آوردن سر بریدن. عجب هست میشه. آقا میشه زن و بچه رو به اسارت برد؟ میگه آره، اینجا همین الان تو عراق دارن به اسارت میبرن. آقا دست جوره، سناریو خوشگل نوشته شد. این داستان و سناریو قشنگ نگاشته شده. کسی که باید بنویسه خوب داره بنویسه. مکر و مکر الله الله خیلی. آخه چنان نام حسین بر زبان ها بیفته که آقا صاحب الزمان میخواد حقانیت خودش رو اثبات کنه، میگه من بچه حسینم. بعد این آیه انجیل محقق میشه، جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. آیه کیه؟ برای کی سینه زنی میکنن؟ بعد قبلش چیه؟ از نشانهای ظهور پسر انسان منجی در آخر الزمان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی. 2 میلیارد مسیحی تازه میفهمن داستان چیه، چون سینه زنی میبینن. میگن این پرچمای سیاه این طرف مال داعش بدلشو زدن، پرچمای سیاه واقعی رو میبینن. کلید ظهور امام زمان دست ابا عبدالله. تو میای تو هیئت عشق بریزی، گناهات شک نکن بخشیده میشه مثل روز تولد. گفتن فشار آب پدی وقتی که بخشیده شد، چون دلت آروم شد دنبال امام زمان تو. تو اونج گریه خواستی دعا کنی بگو الله هم عجیب برای امام زمان دعا. شاید بی انصافی باشه اینجوری بگم، اما یه چیزی
جز این اصلا نخواه. اگه دعای دیگه ای داره، خواسته دیگه ای داری، ارباب میده، ارباب میده.